توصیه های رهبر انقلاب در روزهایی که کشور با ویروس کرونا مواجه شده است در جهت بالا بردن ارزش کارهای علمی و پزشکی و پیروی از پشتوانه های کارشناسانه و تخصصی در این موضوع بوده است، موضوعی که بیش از هر چیز نشانگر مداومت دیدگاه عالمانه ایشان در مواجهه با علم و پیشرفت های علمی کشور محسوب می شود. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد. پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله هستند. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره. چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستور العمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. توصیه اول این است که ما کاملاً رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند، این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم. از همه دستگاه های کشور تقاضا میکنیم و درخواست میکنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنند. همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن.